سروران عزیز، از طرف لجنه امور احوای ایرانی و امریکایی از یکی شما تشکر میکنم برای که امروز تشریف آوردین. یکی از وظایف این لجنه این هست که احوا رو در مطالعه مطالبی که به حیات بهایی مربوط میشه تشویق بکنه و پشتیبانی بکنه. ما خیلی خوشحال شدیم که جناب دکتر داریوش معانی تشریف آوردن از اتریش و این فرصت به همه ما داده میشه که از مطالعات و تحقیقات ایشون در این جهت امشب بتونیم استفاده بکنیم. برنامه لجنه برای شما ترتیب داده که انشاءالله به دلتون می نشینه و استفاده می کنیم. خیلی مختصر هست، مناجات شروع هست که جناب رحیمی تلاوت خواهند کرد، کلمات مکنونه خواهد بود که خانم خدا تقی‌زاده با جناب پیمان فروغی که با ایشون همراهی می کنند با سنتور زیباشون، مطمئنم شما شنیدید، به حضورتون خواهد رسید. بعد جناب دکتر شهریاری جناب دکتر معانی رو معرفی خواهند کرد به حضورتون. بعد از اون قطعه سنتوری خواهیم داشت باز از جناب فروغی. بعد مختصری از مندیات لجنه رو به حضورتون عرض خواهیم کرد و بعد هم مناجات خاتمه باز از اینکه تشریف آوردیم خیلی تشکر میکنم و جناب دکتر شهریاری کنند مطمئن باشید وقتی برای ما در مدرسه آیی شما آیی حضورتون نتالی خواهند با رجوع به کتاب کنز اسرار که درست شد؟ جناب رحیمی باجه Mm-hmm.
و حقیقت الفت رخ بگشا آفاق انسانی وحدت اصلی جمال نماید و روابط قدیم شاهد انجمن عالم گردد. هر و هر فرد سایر افراد را قربان گردن کل در ظل عبودیت در آید و از بحر احدیت نصیب آیات مصحف توحید شوند بر آیات لشکر تجرید گردند تا جهان فانی نمونه عالم باقی شوند و فرح شاد مانی جلبه عالم انسانی. ای دوست در
روزه قلب جز گل عشق مکار و از زیل بلبل خوب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار. ای پسران عرض، به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد، البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود. ای پسر هوا، به راستی بشنو، چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گل پژمرده مشغول نشود، زیرا که هر قرینی قرین خود جوید و به جنس خود انس گیرد. ای خاک متحرک، من به تو مقلوسم و تو از من مقیوس. سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من عزت بیزوال برای تو پسندیدم و تو ذلت بی‌منتها برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار. ای بیگانه با یگانه، شمع دلت برافروخته دست قدرت من است، آن را به بادهای مخالف نفس و هوا خاموش مکن و طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است، فراموشش منما. حب مرا سرمایه خود کن و چون بصر و جان عزیزش دار. ای مهاجران، لسان مخصوص ذکر من است، به غیبت میالایید و اگر نفس ناری غلبه نماید به ذکر عیوب خود مشغول شوید، نه به غیبت خلق من، زیرا که هر کدام از شما به نفس خود ابصر و اعرفید از نفوس عباد من. نوه ها عربای عزیز، در سال گذشته یک وظیفه به بنده برابر شد که در مجمع عرفان مجموعه نفیس کلمات مکنونه رو معرفی کنم. یکی از منابعی که برای این منظور مورد مطالعه قرار گرفت
کتاب کنز اسرار به قلم توانای فاضل ارجمند جناب دکتر داریوش مهران. کتاب کنز اسرار به راستی قاموس است که برای کلمات گوهربار مکنونه به رشته تحریر در آمده است و این کتاب مورد تشویق و تقدیر معرض و مرکز جهانی مطالعات نصوص و ادب قرار دارد. اسم این گنجینه رو جناب دکتر معانی با الهام از یکی از الواح حضرت عبدالبها استفاده کرد. حضرت عبدالبها می‌فرمایند کلمات مکنونه کنز اسرار است، در اون چون دقت نمایی ابواب اسرار مفتوح. بنده قبل از مطالعه کتاب کنز اسرار نمی‌دانستم که حضرت عبدالبها جلوه وحدت محافل روحانیه رو منوط به عمل به معانی کلمات مکنونه فرمود. این خیلی مهمه، باید توجه کنید. حضرت عبدالبها صریحا می‌فرمایند که جلوه وحدت محافل روحانیه منوط به عمل به معانی کلمات مکنونه است. البته حضرت عبدالبها تکلیف ما رو با کلمات مکنونه مشخص کرده. در جایی می‌فرمایند کلمات مکنونه را از بر نمایید و در جای دیگر می‌فرمایند باید کلمات مکنونه فارسی و عربی رو لیلن و نهارا شب و روز قرائت نماییم و تضرع و زاری کنیم تا به موجب هر نصایح الهی عمل نماییم. و بعد تأکید می‌فرمایند که این کلمات مقدسه به جهت عمل نازل شده نه به جهت استن، باید خوان و عمل. حضرت ولی عز امر الله در کتاب قرن اربای آمریک کلمات مکنونه رو مجموعه جواهر آسا درر معانی و لعالی کنز یزدانی نامیدن به سبب تلطیف ارواح و ارتقاء حقایق بشریت، اون همون ارواح هست، به عوالم حس روحانیه. پس میبینید که این کلمات مکنونه واقعا چه مجموعه نفیس و چقدر حائز اهمیت هست از لحاظ اینکه در امور روزانه اون رو خوش عمل باید. و بنابراین ملاحظه می‌کنید که این کتاب کنز اسرار درباره یکی از برجسته‌ترین آثار قلم اعلی است و چقدر ما باید مدیون جناب دکتر داریوش مهران باشیم که نتیجه سالها مطالعاتشون رو در دو جلد کتاب نفیس در دسترس ما گذاشتن. بنده اینجا مایلم از هیئت ناحیه امور احبای ایرانی آمریکایی سپاسگزاری کنم که افتخار معرفی جناب دکتر داریوش مهران رو به بنده منتقل کرد. من خیلی چون وقتتون رو نمیخوام بگیرم خیلی مختصر ایشون رو حضور شما معرفی میکنم. جناب دکتر داریوش مهران تحصیلات عالیشون رو در معماری و شهرسازی در اتریش و آلمان به پایان رساندن و مدت‌ها در
کویت مهاجر بودن و سال 1975 به این طرف در اتریش به عنوان مهاجر و عضو محفل ملی اتریش به خدمت نشد. این استاد بزرگوار با شور و شوق و ایمانی که لازمه اهل تحقیق است، سالها وقتشون رو صرف مطالعه آثار عرفانی جمال مبارک کردن، مخصوصا کلمات مکنونه، و نتیجه این مطالعات این دو جلد کتاب کنز اسرار است که در دسترس احیاء قرار است. البته علاوه بر این دو جلد، جناب داریوش معانی، جناب دکتر داریوش معانی مقالات بیشمار دیگری درباره عرفان و تشخیص رموز عرفانی آثار مبارکه در مجلات بهایی به چاپ رساندن که همه اونها با ارزش و مطالعه اونها رو به همه دوستان عزیز توصیه می‌کنم. شکی نیست که همه ما سراپا گوش و منتظر شنیدن بیانات عرفانی جناب دکتر داریوش معانی هستیم. این شما و این دکتر داریوش معانی عزیز. بنده خیلی خوشبختم، به علت اینم که خیلی مشتاق بودم جلسه تشکیل بشه و از خطای محترمه مربوطه قبل اطلاع دارم که یکی خدمت دوستان هستم. این بود که میدونستم 100% در اینجا روی ماه بعض از دوستان رو از قدیم و جدید ببینم، چه از دوستانی که از قدیم به تهران خدمتشون بودیم و جای دیگه، چه از دوستانی که از راه اتریش تشبه بودن آمریکا در این 10-15 سال اخیر. و واقعا خیلی خیلی اسباب خوشبختی انسان هستی زیارت هستند. به قول جناب سمندری همیشه این آیه جناب رو باید میگفتن که ما خلق الله فی الابداع احلا من لقاء الاحبا. خداوند شیرین تر از زیارت دوستان هیچ نعمتی خلق نکرده. خب کسایی که خیلی دور باشن از دوستان و بعد به این چشمه آب روان برسن حتما این رو خوب میفهمن، ولی انسان کم کم که عادت کنه همیشه این اشتیاق درش هست. و قسمتی از کلمات مکنونه که زیارت فرمودن که مصاحبت ابرار و غنیمت دان، اگر در بحر این بریم که ابرار کیا هستن و مصاحبت ابرار چقدر در تمام مکاتب عرفانی از عرفان یهود و مسیح و عرفان اسلامی یکی از دلایل ترقی روح، مصاحبت احرار و ابرار و همنشینی و شنیدن پند و موعظه و صحبت‌های خوش و لطیف دوستان بوده که اگر با آوای موسیقی لطیف همراه باشه دیگه بیشتر روح رو تربیت میکنه. اینا همه خودش یکی از بحث‌های مفصلی که از همین دو کلمه مصاحبت ابرار و غنیمت دان خودش یک فصل مهمی از تصوف و عرفان اسلامی و همینجور عرفان همه ادیان هست. و این نعمت نصیب ما احبای الهی در دنیا هست، بدون اینکه قدرش رو بدونیم، مثل ماهی که تو آب هست و تا وقتی تو آب هست قدر اینو که توی آب هست نمیدونه. اون لحظه که از آب بندازنش بیرون اومد شروع میکنه این بر اومد پریدن و اگر این آب ازش قطع بشه دست شما در نکنه، اون وقت میبینید که به موت مبتلا میشه. و چه بسا افراد در داخل جامعه یا خارج جامعه به این موت روحانی مبتلا هستیم و هستن. و متاسفانه ما انسان ها مثل ماهی نیستیم، خودمون اصلا ملتفت حال خودمون نیستیم. حالا کلمات مکنونه همه این نیستی خدمتون از میکنم و به همین علت است که شما اگر در مثلا کلمات مکنونه فارسی زیارت بفرمایید میبینید که یکی از صفاتی که بیش از همه، از صفات منفی که بیش از همه تکرار شده، اینا شمردم شماره هاش هست، صفتی است که وقتی عرض کنم باور نمی کنید، صفت غفلت هست. ما فکر کنیم چه گناه های زیادی تو دنیا هست، از بالا ما رو از چی ممنون کردن؟ دزدی، بدی، بداخلاقی، بی‌امانتی، دروغگویی. یک دونه اسم اینا تو کلمات مکنونه نیست که همش نظاری افراد، ولی مسئله غفلت خیلی به تکرار اومده. و بعد از اون حسد و غیبت ها رو اگر رسیدیم با هم جمعی صحبت میکنیم که
علل روانی اینها چیه، چطور این صفات گفته شده و خیلی صفات دیگه ما خیلی بد میدونیم ذکری ازش نیست و چطور این صفات عمل نکردن بهش اسباب مردن روح میشه و به همین علت ذکر شده. حالا من آخرش رو اول گفتم ولی تا به این آخر برسیم طول میشه. حالا سر غفلت که بمونیم، این غفلت اینه که این انسان از حال خودش آگاه نیست. خب باور کنید که این غفلت، ما همیشه فکر کنیم که از باحالا این چیزا رو که واسه غیر باهایا گفتن، ما اهل باها که دیگه این چیزا رو لازم نداریم، الحمدلله ما باهایی هستیم و خب اینا برای اونایی که باهایی نیستن در خواب غفلت هستن. ولی متاسفانه اینجوری نیست. اگه ما هر وقت دقت کنیم به در درجه اول آیات و الواح برای اهل ایمان هست، ولی که اهل غیر ایمان که اصلا از باهایا رو قبول ندارن تا کسی کتابشون رو بخونن، اگرم بخونن به عنوان اطلاعات بخونن نه به عنوان یک مسئله ایمانی که اطاعتش بکنن. و ما اهل ایمان که میخونیم، تازه از عبدالبها همونطور که جناب دکتر شهریاری فرمودن، این تاکید از عبدالبها هست که این برای حرف زدن و گفتن و گوش اتاق گذاشتن این کتاب نیست، برای عمل کردنه. چون از عبدالبها میدونن که ما هم خیلی میخونیم و جلسات و با صوت خوش و صوت غیر خوش، ولی بعد مثلا عمل که میرسه کوبیت هممون لنگه. بنابراین این رو همیشه با نباید فراموش کنیم. تمام این مسائلی که از نماز روزه ما همون اهل با چون مؤمن هستیم میخونیم مال ماست. یعنی این غفلت شامل حال ما هم هست. حالا اگه شروع کنیم به اینکه همه ما چقدر گرفتار غفلتیم، خب فردا صبح میشه و تو از اون غصب باید ما هم صبحانه هم بخونیم. این غفلت حالتی هست که آدم نمیدونه در چه حالیه و این حالتی است که بشریت رو امروز فرا گرفته. این بشریت به غفلت کلی مبتلا است. اگه بشر میدونست در چه حالیه، اقلا اقدامی میکرد برای اینکه از این حال بیرون بیاد. حالا میدونید که خب در انبیا بالاخره این بشر به عقل میرسه و از این راه به پای خودش بیرون میاد، یا باید سوانح خیلی عظیم و وحشتناکی اتفاق بیفته و چنان تکان بده بشر رو تا بشر از خواب و غفلت واقعا بیدار بشه. حالا یکی از طرق اینکه انسان از غفلت بیدار بشه ذکر الهیه، یکی دیگه همین مصاحبت با ابرار، یکی دیگه شرکت در تشکیلات، یکی دیگه زیارت ارواح و آثار هست، ولی یکی دیگه باز دوباره ملتفت بودن اینکه ممکنه ما در حال غفلت باشیم و وضع خودمون رو ندونیم در چه حالی هست. و این خب البته شامل غیر اهل باها در مقام اول میشه، ولی شامل حال ما هم در خیلی مسائل میشه. اما بنده خیلی خوشحال شدم که کلمه کنز اسرار گفته شد و بعد رسیم به مسائل عرفانی و بعد کلمات مکنونه، چون در تابلوی بزرگ که نمیشه بشن حیات باهایی بر اساس کلمات مکنونه خیلی مطلب رو تنگ میکنه. حالا من نمیدونم دوستان چی میخوان بشن راجع به حیات باهایی، که خب همه شما باید بیاد به بنده درس بدید و همه حفظید و همه میدونیم چی خوبه چی بده. باز برمیگردی به اینکه با اینکه ما همه میدونیم و تو کلاس های درس اخلاق حفظیم و از باهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی و این خوبه و این بده و مهاجرت باید بکنیم و نماز باید بخونیم و روزه باید بگیریم و جونمون رو فدای بقیه بکنیم و باهایی اونی که مواسات داشته باشه و دیگری رو بر خودش مقدم بدونه و هر چه داره با سایرین قسمت کنه و مهربان‌ترین شخص عالم باشه و توکل داشته باشه و در نهایت بدبختی نهایت خوشحالی رو داشته باشه. خب همه اینا رو میدونیم. کسی هست توی جزی که ندونه؟ نه، همه بهتر از من. خب چطوری که ما به یک صدوم اینا عمل نمی کنیم؟ این نکته مهمه به نظر بنده که اگه از حیات باهایی هم صحبت می کنیم، علت این که انقدر حیات باهایی گفته میشه، ما 150 سال باهایی هستیم. تهران که بنده بودم اون چند سال یه خدمت دوستان بودیم، اولین پیام های بیتوند اعظم بود که مسئله حیات باهایی رو جز نقشه های 5 ساله و 4 ساله و 9 ساله بوده شدن. اون وقت هم یادم راجع به حیات باهایی صحبت می شد و این نکته بود که چطور بعد از 100 سال تازه بیتوند اعظم باید برنامه بزن جز نقشه 5 ساله یا 9 ساله که احبا به حیات باهایی عامل بشن. خب این یه اشکال، یه بند، یه ترمز، یه چیزی این وسط هست، از غفلت ما هست. همه هم مومنیم، همه هم جوری پولو فردا میکنیم، همه هم پولمون رو واسه هم بیدیم، پاش بشه به شهادت هم میرسیم. این حیات باهایی کجا رفته و چرا اینقدر مشکل؟ برمیگردیم حالا به کلمات مکنونه و آثار عرفانی جوان مبارک و هفت‌وادی و امثال اینا. میبینیم که جوان مبارک در 20 سال اول هم یا در 10 سال اول هم دوره بغداد اولا اسمی از باهاییت و تعالیم و احکام و حتی اسم کلمه باهایی و باهاییت نبود. اون چه که بود نصایح اخلاقی بود،
و مسائل عرفانی بود و هفت بادی بود، چهار بادی بود، قصیده زبرقالی بود، کلمات مکنونه بود، انواع نصیحتی و انواع اخلاقی بود. یعنی از بالا تمام این مسائل که بیشتر مربوط به قلب و احساس و روان انسان میشه نازل فرمودن و مسائلی که به مغز و اینتلکت و فهمیدن و بحث کردن هست هیچی نفهمیدن. بعد در کتاب مسابقه ایقان شروع شد، مسائل عقلانی اومد پیش، مسائل استدلالی پیش اومد. بازم کتاب مسابقه ایقان مجموعی هست، هم از مسائل و استدلالات عقلی، هم مقدار زیاد مسائل عرفانی داره. یک شخص محقق چیکار باید بکنه؟ یک شخص مجاهد چیکار باید بکنه؟ خلاصه ای از کلمات مکنونه و هفت‌بادی تو همون چهار صفحه شخص مجاهد هست که در واقع رساله سلوک باهائیان هست و در گرینینگ شماره 125 هم فارسی شو دارید، هم انگلیسی شو. گرینینگ شماره 125 هم چند صفحه کتاب ایقان هست که چه بُعد و چه محتوای عظیم عرفانی در کتاب مسابقه ایقان هم هست. می‌بینیم از بالا شروع کردن بابی‌های اون وقت رو و اطرافیان خودشون رو تربیت کردن با مسائل عرفانی و با مسائل اخلاقی. ما هر کدوم از ما باید توی زندگی خودمون ببینیم که ما این مرحله اول هم رو گذروندیم. اگه این مرحله اول هم در زندگی روحانی ما نگذشته باشه، بقیه کارا خیلی مشکله. اگه این مرحله گذشته باشه که نامسابقه اقدس واسه اون اصلا مسئله نیست. می‌فهمن که اگه کسی به عرفان من رسیده باشه، اگه کسی شیرینی بیان من رو حس کرده باشه، حاضر تمام گنج‌های دنیا رو اگه ملکش بشه بده واسه اینکه یک کپی من رو اثبات کنه. خب یه اگر ولی سرش هست. اگه کسی حلاوت بیان من رو فهمیده باشه، ذوق کرده باشه، ذوق کردن این چشیدن. خب این چه مرحله ای از ایمان و ایقان هست که از با حالا میفهمم؟ اگه به این مرحله رسیده باشید، این از آیات اولیه کتاب اقدس. اصلا تمام کتاب مسابقه اقدس رو چی میگن؟ به جان و دل میخریم، آرزو داریم که تمام سهام بلایا، تیرهای بلایا هم بر ما نازل بشه واسه که یک حکم ثابت. مثل که احبای ایران میکنن، اینا همه فانتزی نیست. یا فکر کنم از بارا شعر گفتن یا ادبیات فهمیدن، یا خب یک آیه های خوب گفتن. اینجوری نیست. اون چیزی از بارا فهمیدن واقعا عملی میشه. مثلا این احبای ایران شهید میشن. یا 20 سال ایران میمونن، حالا پاسپورت راحت‌تر، دولت شاید میخواد از شر باهائی فعال خلاص بشه، پاسپورت راحت‌تر به گروه گروه از سوی اتریش میان آمریکا. خب حالا این سیاست جدید دولت، ولی خب 10 سال 20 سال 25 سال امکان این که فلانی مادرش تو آلمان مرده برنش بیاد، حداقل تا اجازه مادرش نبود، دختر یارو مریض تو مریضخونه افتاده، امکان نمی پدر مادرش از خارج برن رو ببینن نبود. چقدر خانواده‌ها تا 20 سال 25 سال هم دیگه نمیتونستن ببینن. خب شما میدید که خیلی راحت بود که این کار رو جور دیگه بکنن. یک کلمه میشن مسلمان میمانن دیگه، درسته یا درسته درسته دیگه، یا دعاهای شهادت میرفتن چهار بار پیش آخوند میرفتن دختر 16 ساله، یک بار اگه میگفت تبعیدی میکرد با جلال و جبروت خلاص که میشد، آزاد که میشد، شغل و پول و همه چیز هم میدادن، با این همه این کار نکرد. این برای چی بود؟ برای اثبات یکی از احکام کدوم که نسبتشون رو غلط نکنه. خب حالا پس این حرف از بالا درسته، یکی کسی حلاوت بیان منو چشیده باشه، هر چی داره حاضر فدا کنه برای اینکه یکی از احکام من رو عملی کنه. پس می‌بینیم اینا در جلوش شما در همین ایران 20 سال گذشته داره عملی میشه و در تمام 100 سال عمر هم عملی شده. ولی اگر به این مرحله نرسیده باشیم که شیرینی بیان ما رو چشیده باشیم، ما واسه هر دونه‌ای از احکام کتاب اقدس دلیل می‌خوایم. چرا 95 دفعه الله اکبر بگیم؟ چرا 45 دفعه نمیگیم؟ چرا 114 دفعه نمیگیم؟ اونم 6-19 تاست. اصلا چرا ذکر لازمه؟ خب من همینجوری هم متوجه خدا هستم. چرا خانوما از بیت العدل نیستن؟ چرا ارث دختر یا خاله از عمو 1% کمتره؟ معذرت میخوام، بعد خودم خیلی اهل تحقیق و بحث و اینا، همه اینا مجاز در هم، ولی حالت یک مؤمن حالت اینه که آرزوی اطاعت بکنه، نه اینکه دنبال بهانه بگردید کجا یه چیزی غلطه. برای اینکه این دلیلیه که به اون مرحله از ایمان و به خصوص به مرحله ایقان نرسیدیم. حالا در کلمات مبارک مکنونه ماشاءالله انقدر مطلب است که بنده فرمودن 20 سال مشغول این 20 صفحه فارسی هم، هنوز به عربی بنده دستی نزدم. در این 20 سال که تحقیق شده هم وقت بوده، البته کم هم وقت صرفش نشده برای زیارت و مطالعه و دقت در تبات مکنونه، همونطور که از عبدالله می‌فرمان
دو جلد کتاب که در آمده، جلد سومش رساله سیر و سلوک خواهد بود که خب مسائل در واقع تصوف و درویشی باهایی خواهد بود بر اساس کلمات مکنونه که میشه گفت هفت وادی در کلمات مکنونه. اون حالا در بیاد نهرد مهم نیست، این جلد دوم خیلی مهم به تمام سوالاتی که این صد سال گذشته رموز و اسرار کلمات مکنونه بوده با کمک الواح و آثار و معارف اهل عرفان ادیان مختلف تا حدی که میشده به عقل ناقص میرسیده حل شده، مستند به ارواح و آثار. خیلی برای دوستان شیرین خواهد بود، خود بنده هم اغلب میگیرم و میخونم و میگم خب خدا کمک کرده چه چیزهایی در اومده، آدم خودش هم میدونه که کار خودش کار خودش نیست. در واقع این جلد دوم باید بیاد همین روزا، همین یک ماه نیست که چاپ شده، کسانی که این سوالات رو دارن تمامش در اینجا حل شده. در این کلمات مکنونه خیلی مسئله است، ولی هر چی تو دنیای امر هست تو این کلمات مکنونه مکنونه. شما مثلا حالا من اگه شروع کنم تمومی نداره، مثلا الواح ملوک داره، صدها صفحه رسائل ملوکه، خطابات جواب مبارک به سلاطین عالم، به پاپ، به علمای اعلم اسلام. ببینید که خلاصه اون، شیره اون، اصل اون در این کلمات مکنونه هست. اونجا که ازال ما نه هست، این خطاب به علمای است که بزرد هم قیام میکنه، خطاب به سلاطین است که بزرد هم مطالبی در این ازال ما نه هست، باز شدهش و گسترده شدهش و شرح و وصفش در الواح ملوک و سلاطین. یا وقتی خطاباتی به سلاطین میفهمن که ایامی از عمر ظاهری منم به همین گذشته به اسبابهای زرد و سرخ خودتون رو آرایش میدید و مثل مرغ پرغفلتی در بالای درخت هستید، وقتی اون صیاد اجل بیاد از تمام این جلال و جبروت خواهید افتاد. این مفهوم به تفصیل در الواح ملوک و سلاطین نازل شد، فنای دنیا و از بین رفتن سلطنت ها باید. یا وقتی فن از ظلم دست خود را کوتاه نمایید، این کلمه ظلم یک بار دو بار در کلمات مکنونه اومده. وقتی برنامه داشتم در مجمع عرفان آکوتو دیدم که در یکی از الواح سلاطین فقط در 19 بار به طور مفصل راجع به ظلم صحبت، 14 نوع ظلم رو از بهالا شرح میدن. خیلی برای شما جالبه که یکی از ظلم هایی که به پناهنده هایی که به مملکتتون میاد رسیدگی کنید. و این مسئله است که در اروپا در نهایت ظلم بهش رسیدگی نمیشه، با اینکه اروپا متمدن مملکت روز به روز دارن درهاشون رو به روی پناهنده ها میبندن به نفع خیلی ظلم‌آمیزی که خود ظلم نکنید رسیدگی بکنید. بله، یکی از ظلم ها اینه که اگر سلاطین ممالک به امور کسانی که بهشون پناه میارن رسیدگی نکنن، این ظلمه. و این ظلم در اون وقت ها نبود، وقت ها پناهندگی به صورت امروز است. در دو سال پیش آمار سازمان ملل میگفته 14 میلیون نفر به طور دائم در عالم پناهنده. این ممالک اروپایی که میتونستن الان همه درهاشون رو به نحوی بستن که در مرز دو تا ژاندارم هم دارن که این پناهنده رو بپذیرن یا نه و برمیگردونن به اولین مملکتی که اومده و از اونجا برمیگرده به مملکت خودش که یک سیاه نیجریه در راه هواپیمای بین وین و بلغارستان مرد و چه سستی های ایجاد کرد و چه دو سال برای این دهناش رو بسته بودن با چیز اتریش متمدن ما و این در راه کشته شد برای این نفس نمیتونست بکشه و سه تا مأمور اتریش هم پروش نگاه میگردن تا این مرده و حالا محاکمه شد اینا از بزوی سازمان های حقوق بشر و امثال اینا. یه دختر نیجریه دیگه در بلژیک وقتی اینا میخوان به زور برگردونن مملکت بارش به دهناشون میذارن، اینا باید گفت تا در این آمریکا ببینید ممالک اروپایی چقدر متمدنن و از بس بارش به این صورت دکتر 21 سال باشد این هم مرد که چگاه کرد اون افسری که بازم از این کارا کرده بوده بازنشسته هم بکبار کردن اونو دوباره بازنشسته کردن وزیر چی میگن اون بوره داخله استعفا داد در آتیش حتی استعفا هم نداد. خب یعنی میخوام بگم اینا از بالا اینا رو دیدن، یکی از 14 ظلم اینه شرحش رو من دادم چون مسائل جاری دنیاست. ولی میخوام بگم در کتاب مکنونه همون کلمه که از ظلم دست خدا کوتاه نمایید و اینو خطاب به رؤسا و آسیانه است، همینجور الی آخر در این کلمه مکنونه هر چی تو دنیای امر هست هست و به تمام طبقات دنیا این کلمات مکنونه نازل شده. این شرح مفصلی در این جلد دوم است راجع به عنوان‌های کلمات مکنونه. شما هر عنوانی که در کلمات مکنونه میخونید، حالا من باید از هر دری سخنی عرض کنم، مسائل حیات باهایی هم توش خواهد و من دیدم باید چقدر حوصله شما باشه، سردرد نخواهید گرفت انشاءالله، هم وقت زیاد شد بفرمایید. مسائل دیگه مثلا میفرماید هر عنوانی که میفرماید دقت بفرمایید مطالب اون فقره مربوط به اون عنوانه. این یکی از دقت‌های جالب ما
واسه میفهمم که ای برادران طریق، برای کسایی که اهل فن باشن همین کلمه برادران طریق، طریقت در اسلام در مقابل چی بود؟ در مقابل شریعت بود. شریعت علمای مجتهد و فقه و شرعیات و اهل کتاب متمسک به دین هستن، آخوند و ملا و مجتهد و اینا. طریقت کیا هستن؟ در رابطه اهل تصوف و اهل طریقت. این دو کلمه شریعت و طریقت در حفاظی و جای دیگه هست. وقتی اون کلمه ای برادران طریق، اولا به اونا خطاب برادر میکنن. این دلیل لطف جوال مبارک که به اهل عرفان در عالم اسلام، که همیشه این لطف رو به اهل عرفان داشتن. مقابله جوال مبارک با اهل عرفان همیشه مقابله محبت آمیز بوده. با اهل علم همیشه ایراد میگرفتن و اهل علم اون توجه نشن، چون این از بس اهل علم لعنت با عین غلیظ از بالای منابع به حضرت باب و با حالا گفتن، اصلا این اهل علم و عمرا و علما رو عزت رو ازشون برداشتن، ولی به اهل عرفان خیلی اقبال خوشبینانه ای داشتن. از همین بیانات مبارک معلوم میشه به علما میفرن ای جهلای معروف به عرف، ای بظاهر آراسته و به باطن کاسته. این خطابات جالبه که به علمای مورد، ولی به عرفاش میفهمن ای برادران طریق چرا از ذکر نگار غافل گشته. حالا همین یه فرصت نیست من رو در جزئیاتش برم، ولی همین نحوه بیان مبارک چرا از ذکر نگار غافل گشتید و از قرب حضرت ذوالجلال دور مانید. خب تمام این کلمه ها رو شما وقتی کتب عرفانی رو بخونید، فرقش اینه وقتی کتب عرفانی و اصطلاحاتشون رو بخونید، ببینید تمام این اصطلاحات اصطلاحات خالص کتب عرفانی. ذکر، شما راجع به ذکر اصلا یک کتاب عرفانی بزرگ از هیچ کدوم از عرفای اسلام نمیبینید که ده ها صفحه یا بیشتر صد ها صفحه راجع به اهمیت ذکر توش نباشه. نگار، جمال یار، رسیدن به زیبایی یار، به جمال حضرت بهاءالا، به جمال الهی، اینا تمام آرزوهای اهل عرفان بوده. الاخر بعد این فهمن که صرف جمال در سرادق ذوالجلال ظاهر شده و شما به خیال خود به جدال مشغول گشتید. آخرش هم وصف باز حال این همه فرقه های مختلف تصوف که جوال مبارک ظاهر شدن و اینها مشغول جدال در رشته ها و فرقه ها، نقشبندیه و خالدیه و مولویه و بکتاشیه و نقطه‌ایه و این فرق صوفیه که انتها نداره، مشغول جدال هستن. یعنی میخوام بگم مثلا اون اول اون بالا رو که میخونید تقریبا آدم دیگه میدونه بعدش چی خواهد. اگر مثبت بالا بقیه همه مثبته، اگر منفی ای ساز جهوا هرس را باید گذاشت و با قناعت قانع شد. خب این معلومه خیلی همه اینها جالبه و تمام مسائل هست، چون مجموعه کلمات مکنونه رو به هزار جور میتونید برداشت کنید. این دیگه بسته به سلیقه و تحصیلات و سوابق تحصیلی شماست. یک دکتر در اون میتونه کلی مسائل طبی ببینید، یه اقتصاددار میتونه پایه های اقتصاد دنیا رو و منحنی های بالا رفتن و پایین رفتن اقتصاد دنیا رو ببینه. عرفا میتونن این یک سند عرفانی دقیق ببینن. اهل علم اخلاق تمام معیارهای اخلاقی دنیا در این کلمات مکنونه هست. الهیات بخواید بخونید تمام فلسفه الهی در کلمات مکنونه عربی هست. هر چی به شما بگم احکام الهی رو ببینید تا احکام کتاب مصباح مقدس هست. حالا اگر آدم افراد کنه و زیاده روی کنه، بنده که در این کتاب دیگه شرح این کتاب بیت العدل اعظم و ولایت امر و طرد روحانی و طرد اداری و ممنوعیت از مشروبات الکلی و تمام اینا در این کلمات مکنونه هست که بنده در این جلد دوم و جلد اول مقدار زیادش رو با اسناد مدارک استخراج کردم در آوردم. و حالا چه مسائل دیگه خدا میدونه که حتما تا ظهور بعد میرسه که اصلا برای هم را اشاره میکنم اون شماره 77 جایی که حرف اول و حرف دوم گفته شد، بعد ندای از آسمون رسید و حضرت بهاءالا که زیاده بر این جائز نیست. این خب از بنیامین فرد آیا این اشاره برای این نیست که دوره ظهورات الهی ختم نشده و هنوز خیلی چیزهای دیگر هست که باید گفته بشه؟ و این ما رو یاد همون بیان از مسیح میندازه که میگن که خیلی چیزهای دیگر دارم به شما بگویم، امروز طاقت آن را ندارید، ولی وقتی روح راستی آید شما رو همه راستی دلالت می‌کنه. این عین همون بیان بشارت به این که همه حقایق در این دین گفته نشده در شماره 77 است. یعنی شهادت از فلی افکار در کتاب دوره باهایی که اخیرا به طور اصلا فهمیدن از پنج کتاب هایی که باهایی باید بخونن در اونجا از فلی افکار این بیان میفهمن. یعنی میخوام بگم که فقط چون فهمیدن که لجنه محترمه از جمله وظایفش این است که ارباب به زیارت و مطالعه دقیق ارباب و آثار عادت کنن، واقعا یک دریای شیرین است که باید به چشیدنش رسید. این چشیدن رو میخواستم واسه شما کمی بگم.
چون که در کلمات مکنون از همون اول که شروع میشه از با الله تفاوت میذارن بین اینکه ما یه چیزی رو بفهمیم یا یه چیزی رو بچشیم. من به شوخی همیشه میگم چطور از بالا من کسی که شیرینی بیانات من رو فهمیده باشه مگه باقلواز یا چی میگن؟ اون نخود چیه بیانات از بالا که ما شیرینیش رو بفهمیم که زیاد چی که از در میمن؟ این چرا این کلمه چشیدن مصرف میشه؟ اینا دقت هاییست که باید تو عربا حاسا بگیم. اونه که بخونیم بگیم وای وای چه صوت خوبی داشته، نه خارج از دستگاه خون یا داخل دستگاه خون. اونا خیلی مهمه، ولی مهم دیگه بریم این دستگاه های الهی که تو اینا گفته شده چی هست. ببینید اول کلمات مرکبه پایین ای صاحبان هوش و دوش میاد این باشه. جای دیگه می فهمن اهل دانش و بینش، اهل دانش و بینش. سالها پوشیدم همون جمع که از کمی جفت ای علمای معروف، ای جوهرهای معروف به علم، علم رو جدا میکنند یا جد ای برادران طریق، طریقت رو جدا میکنند. البته در انواع دیگه هم میفهمند که ما گاهی به لسان شریعت، گاهی به لسان طریقت صحبت کنیم تا هر کس از اون راهی که دلش میخواد خدا رو بشناسه، بازم نفهمند. حالا این مسئله چشیدن یک رمزی و سیمبولی هست از درک مستقیم مسائل. شما رفت مسائل مستقیما درک میکنید، یه وقت مستقیماً می‌بینید، یافت می‌کنید، به دست می‌آرید، چون میگن؟ مشاهده می‌کنید، با معاینه و مشاهده و دید می‌بینید، یه وقت با مغز و استدلال و دو دو چهارتا و مدرسه رفتن و تجزیه کردن و بحث کردن، جدل کردن می‌فهمید. یکی اینتلکتوئل به قول ما آلمانی ها و یکی با احساس، با قلب، با ضمیر، با فؤاد، هی بریم پایین‌تر، با فؤاد می‌فهمید. یکی رو با مد میفهمید. اون عده‌ای که اهل استدلال و بحث و فحص و کتاب و دانشگاه و آنالیز هستن به اونا میگن اهل دانش. و اون عده‌ای که میبینن مسائل رو به قلبش رو دریافت میکنن در حالت مدیتیشن و زیارت الواح و دقت در الواح و تعمق و تر بهشون میرسه، قلبش رو برای مسائل باز میشه، اینا میگن اهل بینش، دیدن، بینایی. در واقع اون دانایی به نور بینایی به وجود میاد. اگه این بینایی نباشه اون دانایی هم در واقع نخواهد. تا اینا بحثای علمی جدایی است. ولی حضرت بهاءالله خطاب اول کلمات مکنونشون میده که ای صاحبان هوش و گوش. یعنی کسایی کلمات مکنون رو بهش براشون نازل شده یا میفهمن که یا صاحب هوش باشن، یعنی اهل اینتلکت باشن، اینتلکتوئل، راسیونل، با راسیو، با فهم، با مغز کار کنن، فهمن اهل این باشن، یا اهل بینش باشن، گوش داشته باشن. گوش چیه؟ شما گوش دو چه بخواید چه نخواید یه صدای بنده رو باید بشنوید. نباید به مدرسه تا اینکه صدا بشنوید. خروس نباید به مدرسه تا بتونه صدا در به سحر ما رو از خواب بیدار کنه. اون اینو بلده. ما نباید به مدرسه تا بفهمیم گشنمونه یا تشنمونه، سردمونه یا گرمونه. اینو از بهاءالله در کتاب مسابقیان میفهمند که مؤمن باید طوری بشه که از فرسنگ ها راه ایمان رو از کفر چگاه کنه تمیز بده، تشخیص بده، بتونه بدی رو از خود و از فرسنگ ها تشخیص بده که مؤمن داره میاد یا غیر مؤمن. همانطور که بدن سرما رو از گرما و گشتگی رو از سیری، یا بدن انسان یا احساس ما بهار رو از زمستون و تابستون رو از پاییز بتونه تشخیص بده. برای این کارا ما مدرسه نمیریم، سردمون پالتو هم بود. فهم روحانی که از بهاءالله از ما میخوان اینجور فهمه، فهم بینشیه در واقع. اینی که همه جور فهم کسی که حلاوت بیان من رو چشیده باشه، باید این بیان چیزی نیست که ما بخوریم، این فقط رمز نحوه فهمه که به این نحوه فهم میگن. اگه ما به اینجور فهم برسیم در واقع به مقام ایقان رسیدیم. اون مقام ایقانی که هست مقامیست که ما با وجودمون یک حقیقتی رو درک کنیم و بفهمیم. و متاسفانه یا خوشبختانه مسائل عبری وقتی به دل ما میشینه، خود اونم بگیم ما ایرانی همه زبانمون عرفانی هستن، وقتی به دل ما میشینه که چشیده باشیم و دیده باشیم و فهمیده باشیم و به قول معروف به اون حق الیقین رسیده باشیم که علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین مسئله یه. شما وقت میدونید آتش اون وسط هست، یه وقت میرید دست میزنید و نزدیک هم میشید میبینید که این آتش گرمه، یه وقت میرید توی این آتش میسوزید و با اون آتش یکی میشید. این با اون آتش یکی شدن و با اون آتش سوختن اون عرفانی است که از بالا. برای فهم این عرفان از بالا در کتاب قصت و کلمات مکنونه هم در عربی و در هم در فارسی بیانات متعدد دارن که ارزش انسان رو با خودش میفهمه. یعنی ما اگه این کلمات مکنونه خوب
و میفهمیم چه آدم های مهمی هستیم و این دونستن که چقدر ما مهمیم خیلی برای ما مهمه، نه برای خود پسند شدن، برای اینکه بفهمیم که ماها وجودهای الهی هستیم. چرا باید بفهمیم ما وجود الهی هستیم؟ این پایه حیات بایی از اینجا شروع میشه. اینا تا حالا مقدمه بود. من نمیدونم تا کی دوستان معمولا اینجا میشینن. الان 9:25 دقیقه است. من فکر کنم بیشتر از 10 یک رو مونده به 9. خب تا 9 و نیم میتونیم با هم حرف بزنیم اگه خسته نشید. این هم جسد شما چقدر طول میکشه؟ یا کمتر یا بیشتر یا هر جور هواری دوباره اون بادکزن رو را بوده جمعیت بسیاری. نه همه این کارهایی که میکنی خودش یه تنفسیه. خیلی ببینید این مسئله حیات باهایی داشتن در واقع یک انقطاعی لازم داره تا ما بتونیم اون چیزی که مقیاسای باهایی است عمل کنیم، چون آسون نیست دنیای امروز که یک دنیای خیلی مادی است و خب توی شهری که بزرگترین از بزرگترین شهرهای نمونه مادی دنیا است، چه از لحاظ بزرگی، چه از لحاظ شیکی، چه از لحاظ پولداری، چه از لحاظ تعداد ماشین‌ها و شلوغی و بدبختی ترافیک، واقعا یه نمونه کامل است. حتی نیویورک به پای اینجا نمیرسه چون نظم دیگه ای داره. میخوام بگم که اعلی درجه مادیات خب اینجا، چه از آرتیستای خوشگل، چه از لباسای مشکل، چه همه اینا. خب حالا یعنی ما در این دریا غرق هستیم و باید نشون بدیم به نشان عاشق هم باشد که خشکش یابی از دریا. خیلی مشکل این رسالت عربای لس آنجلس و شهرهای مثل اینجا فرق نمیکنه، مادیات همه دنیا رو گرفته. من آمریکایی زدگی روز به روز در آمریکا بیشتر میشه. البته خطر بی‌نهایت بزرگی است از این ولی امرا در 1954 بود انذار فرمودن که چطور پنجه های خونین این تمدن وقتی همه دنیا رو بگه و به آفریقا برسه چقدر خطرات دنیا رو خواهد گرفت نزدیک به اومد. خب حالا ما در اینجور وقتی خیلی وظیفه و رسمت سنگین داریم و این کلمات مکنی رو واقعا اگه زیارت بفرمایید من در 15 سال جلد اول تمام این کتاب مفصل از شرح این هویت انسانی، جلد دوم خیلی مختصرتر تمام اسرار و رموز فرق بود، جلد اول خیلی عمیق و حالا تمام شده لیست دنیا انشالله بشه چاپش کرد دوباره. این برای اینکه ما بتونیم تو اینجور دنیای مقابله کنیم با این همه قوای ضد باهایی، ضد باهایی نه یک مسئله باهاییت، ضد انسانی در واقع، ضد خدایی هیچ فرق نمی کنه، باهایی باشه یا هر دین دیگه یا هر اعتقادی، خیلی کارش مشکله توی دنیا، باید یه چیزی بر ضدش داشته باشیم. شما باید مقابل هر زهر یه پادزهر باید داشته باشید، در مقابل هر اسلحه یه ضد اون اسلحه بازوکا باید داشته باشید، تانک رو سوراخ کنید. حالا این تانک مادیت رو ما چطور میتونیم سراغ کنیم؟ بازوکاش کدومه؟ اولش اینکه خودمون رو بشناسیم و اون غفلت رو از بین ببریم و این خودشناسی رو از بالا با کمال جرأت میگن، به چنان جرأت میگن که شک پیدا میکنه انسان دیگه آیا من خدام یا بشرم؟ میگه میگم شوخی نیست، این سوال از ولی امرا کردن که از بالا در شماره 13 که ما در مکنه عربی که میفهمن که در خودت نگاه کن تا منو در خودت پابرجه و قائم ببینی، شما چی میفهمید؟ یعنی خدا تو ماست، به خودمون نگاه کنیم تا ببینیم خدا توی ما، توی ما یعنی حقیقت وجود ما رو فهمیدن ایستاده. و اینو یک عربای آمریکایی پرسید برای امروی یعنی چی؟ آیا ما خداییم؟ که میتونن نه، مقصود اینه که در قلب پاک مؤمنی تمام تجلیات صفات و اسماء خدا بوده میشه. خب اینم کمتر از خدا بودن نیست، این وجود تجلیات خداوند در ما بالاترین چیز یک بشر میتونه داشته باشه که در آینه قلب بشه قلب پاک کنه تا تجلیات خدا در این قلب بیفته. این مفهوم کلی خیلی است بیانات در کلمات مکنون عربی فارسی است. تو شمس سماع قدس من به یک جنبه همین وجود انسانی است. من در کتاب جلد اول اینو خیلی مفصل با اشعار و عرفای ایرانی و آیات دیگه که انسان جام جهان نماست، انسان خلیفه خداونده، انسان خدا در تورات که انسان خدا رو به صورت و مثال خدا آفریده، ما خلیفه خداییم توی دنیا. خب حالا زیاد نمیخوام بگم که چقدر ما مهمیم، یه دونه از ما هم نیست که مهم باشه، همه ما مهمه. پس برای خودپسندی نیست، هر بشری چه پروفسور هاروارد چه اون شخص تو آفریقا که عرف بانی میدونه همه اینا نمونه ای از خدا هستن، چون اگه خدا غیر از این خلق کرده بود خداییش ثابت نمیشد. تمام وجودهای دنیا آثار صنع خداوند هست. خب اینی که درست فهمیدیم و اینکه در این دور از بالا چقدر این قوا توسعه پیدا کرده و این عصر نورانی که میگن این نور که تابیده تو اتاقات حالا تاریک بوده،
این اتاقهای وجود بشری تاریک و نیمه تاریک بوده، حالا اتاق روشن شده. چون اتاق روشن شده بچه 10 ساله میتونه انگشتای گم شده رو پیدا کنه، ولی توی اتاق تاریک 10 تا مرد 50 ساله هم نمیتونن اون انگشت رو پیدا کنن. حالا اون دوره روشنایی عالم بشریت رسیده و اینی که ما امکاناتی که داریم تو من در اسلام میفهمن که علمای اسلام از انبیای بنی اسرائیل بالاتر. حالا ببینیم ما باهایا کیا هستیم، اگه باهایی باشیم درست، اگه اهل باها باشیم درست. حالا اگه اهل باها کیان باست تو این کتابا اومده همه از نصوص. خب، وقتی اینو فهمیدیم اون اهمیت و اون وزنه رو داریم که بتونیم با این تانک مادیات امروز مقابله کنیم. این یکی از مسائلی است که کلمات مکتوب رو ما یاد میگیریم. و بعد با اینکه خیلی مختصره تمام درس های این که انسان چطور به این معرفت و به اون ایقان واقعی برسه هست. یه مثال میزنم. میفهمن که پس حبه های حکمت لدنی هم را در عرض طاهر قلب بیفشان و به آب یقین آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلده طیبه انبار کنند. خب شما بودید توی این بیان حالا بنده عالم و فیلسوف و تیزه که روی تئوری ارکن نیست، تئوری شناسایی علوم کار میکنه. ولی مطمئن باشید در سالها و صدها سالهایی تو دانشگاه دنیا این سه جمله رو میگیرن و پایه علم المعرفه آقای ناظر سعید تو نوشته هاشون کلمه علم المعرفه رو میگیرن، یعنی علمی که به ما نشون میده شناسایی علمی چطور ممکن باشه. خب اهل باها هنوز نمیدونن که توی این کلمات مکنونه هست با حالا پایه علم المعرفه رو، یعنی تئوری ارکن نیست با آرمانویه، تئوری ارکن تئوری شناسایی، تئوری شناخت مسائل در اینه، تئوری الهی شناخت مسائل در این. یعنی چی؟ یعنی اصل علم الهی در کلمه الهی، اون آفتابی که قلب ما رو روشن میکنه، اون تخمی که ما باید بکاریم تا درخت علم در بیاد، اون کلمه الهیه که فقط تخمهای حکمت لدنی هم بودیم. تخم اون تخمیست که از باحالا به ما میدن، حکمت و علم لدنی. علم لدنی کجاست؟ ما که همه الهام از از باحالا نمیگیم، هر روز یه وقتایی میگیریم، هر باهایی مؤمنی که خدمت به هم کنه ملهم، اعضای به طور خاص، ولی هر باهایی مؤمنی که خدمت کنه ملهم. اینا ما باید بدونیم، اینا خاص یک نفر نیست، خاص همه باهایی هست. خب ما باید از این خاص، از این چیزی که خدا داده، این سفره‌ای که خدا چیده، بریم اون حلوای شیرینش رو بخوریم. اگه اون شده زرد دیشب رو نخوردیم، خب تقصیر خودمون، تو این جلسه بود شده زرد رو میز میذارن ما نمیخوریم. یعنی این نعمت‌ها رو خدا امروز برای همه باهایی داده، این معرفت که کتاب کمافکر به دست ما و این حکمت لدنی از باحالا فقط از روی نوشته هاشون به ما میرسه. اینه که اینقدر زیارت ارواح و آثار در این اینستیتوها، در این جلسات، در این خطابات میکنن، اینقدر فقط احکام و ارواح و آیات رو بخورید، ولی نه برای خوندن و رد شدن، خوندن و فهمیدن و توجه کردن و ایمان داشتن. خب پس این تخما رو ما باید بگیریم توی عرض طاهر قلبی هم. اینجا باز همه شرط داره، نه تو هم قلبی. ما اگه تو خونمون یا تو بالکن خونمون گل بکاریم، تو زمین شوره‌زاری که نمک و سوتی و مینا داره، کود خوب داده نشده، کثافات زمین نگرفتیم، درختی در میاد، گلی در میاد تو گلدون خونتون، نه. و زمینم باید پاک باشه. اینه که پاکی قلب، حالا من دونه دونه رو بخوام بگم، یا دیگه رو فیزی بخوام، وقتی از پاکی قلب صحبت میگم دو ساعت تموم نمیشد، همون یک آیه اول کلمات وقت میگم که اولین شرط پاکی قلب هم جید باشه، هم حسن باشه، هم منیر باشه. و جید در عربی یعنی چی؟ منیر یعنی چی؟ حسن یعنی چی؟ اینا همون لغتاییه که در عربی طولانی در عرفان باید دید که چه فرق، چرا از بالا سه تا صفت به سه قلب گفتن؟ همینجوری شعر نخواستم برای ما بگن، باید بفهمیم چرا سه تا صفت خیلی مهم به جید باشه، جنسش خوب باشه. میگم یارو خورده شیشه داره. منیر باشه، روشن، ممکنه جنس دیامانتی، الماسی خیلی خوب باشه ولی نور بهش نخوره، تراش نخوره، باید منیر باشه، باید حسن باشه. هم ممکنه جنس خوب باشه، هم ممکنه نور داشته باشه ولی نیت خوب نداشته باشه، حسن هم. یعنی خیلی خلاصه واسه میگم، اینجور قلبی ملک دائمی خدا مال این ملک، زندگی دائمی حیات ابدی مال اینجور قلبی. خب در اینجور قلبی ما باید اون دونه رو بکنیم. اینا چیزی است که ما از کلمات مکنیم. اون دونه چی بود؟ دونه کلمات الهیه که هر کس اساسا به استعداد دوست داشتن سلیقه‌اش میتونه این دونه ها رو از جای دیگه بگیره. یکی از اشعار از بار رو خوش شده که میگه من میخوام لوح احمد رو، یکی میگه وای وای این صراط کبیر چیز عالیه، من یه آیه شده هم اون بشینم روش کار کنم تا اون میشه، که میگه کلمات فکرونی چقدر عالیه،
تحقیق بینه لوح امن زد بهتر یکم پنج خط کتاب اقبال میخواد همه زندگیش تحقیق کنه. بازم یک زندگی که فقط نمیده اگه دنبالشون. خب حالا وقتی اینو افشوندیم تو این تخم رو کاشتیم چکار باید بکنیم برد؟ و به آب یقین آبش خب شما هر آبی رو میتونید بریزید گره تو در بیاد آب هم باید آب درستی باشه اگه آب بدی باشه اون ریشه رو خشک میکنه آبی که از بالا میگن واسه پرورش معرفت در قلب انسانی مسئله شناسایی و معرفت چیزهای دنیاست باید بخواید چیزهای دنیا رو بفهمید بشید باید آب یقین بشید همون چشیدن یعنی چه این 100% مؤمن باشید که اون چیزی که در این کلمات درسته من خب حالا از بالا فرمودم ببینم اون درسته بعد به نظر من اینجا از بالا مال 100 سال پیش بود بابا حالا که دیگه ما نباید مومون اینجوری بزنیم که ببینید این علامت اینه که چیه علامت اون یقین وجود نداره این یقین اگه نباشه مثل آبی که شوره آب شور میره فردا ریشه اون گل شمعدونی باغشتون خشک میشه ما میگه چه دو گل همسایه اونقدر گل داده و میوه داده و نارنجش هم داره ولی مال من برگاش هم زرد شده داره میریزه این مسئله یقینه این داره یقین خودش چیه؟ تو کتاب مسابقه ایخان بخونید یا همون شماره 125 گیری نیز مفصل کنم من که یقین چه چیزیه؟ یقین یعنی که دیگه تمام وجود مون مطمئن باشه که اون چه کلام الهیست کلام الهیست کوچکترین شکی باعث این میشه که اون درخت در نیاد اما اگه بعد تا، اون کلمه تا مسئله چه؟ مسئله زمانه وقتی کلمه تا میاد یعنی این کار امروز به فردا نمیشه باید صبر داشته باشید که صبر یکی از حکمت‌های بزرگ الهی است تا سنبولات علم و حکمت من از این مدینه قلب تو، از این زمین قلب تو در میاد اینا یه مقداری از مسائلیه که حالا همینجور که پیش اومد برای شما عرض کردم بعد هم نمیمد چون مسئله حیات باهاییست یه مسئله دیگه هم بگم، حوصله داری؟ نه با من یکی دیگه هم اینه که دقت در تکرار یا عدم تکرار بعضی چیزاست خب باید آدم تحصیل میکنه باید خیلی مثل کامپیوتر طبقه بندی کنه، دسته بندی کنه زیر هم بنویسه چه صفتی چند دفعه اومده، چه صفتی منفی، چه صفتی مثبت آدم میبینه که باز تو همه این صفتهای منفی دو تا چیز یکی دو سه بار تکرار شده بقیه چیزا اصلا نیومده نه که اون چیزا خوبه نه که ما دروغ بگیم نه که ما مشروب بخوریم نه که ما مال مردم بخوریم باشیم اینا چیز تقریبا یا خیلی کمه ولی یه دفعه این مسئله حسد و غیبت زیاد میکنه امروز هم در منتخباتی که خونده شد این دو تا هر دو بود من خوشحال شدم چون میگم این مسئله جالبیه من خیلی فکر کردم که چطور از بالا این دو مطلب رو تو این کلمات به کوچیک گفتم خب صدها چیز دیگه تو الواح و آثار هست صدها صفت و معنی فرق دارن میدونید اونا اسمی ازش نیست حالا آیا مناسبتی داشته با اعمال احبا در اون مدتی که این کلمات مکنون نازل شده این که درسته چون احبایی در اونجا بودن بودن وضع اخلاقشون خیلی اوضاع خراب بود و از بالا اون بابی علمت رو در اثر اصلا همین کلمات مکنون سایر الواح چه تربیتی کردن تاریخ نبی رو بخونید که بعد اینا چه فرشته هایی شدن و قبلا چه دیوهایی بودن خب آدم میتونه بگه به مناسبت اون مهاجران بود که این مهاجران زبان را به غیبت میالایید حتما خیلی دور هم بنشستن غیبت میان خب حسد چطور بودن ولی غیر از این مسائل که ممکنه به زمان ربط داشته باشه از لحاظ عرفانی چرا این صفات گفته شده وقت باید آدم بگره تو سایر ارواح کلید دستش میاد جای دیگه باز دوباره همین غیبت رو توی همون گلینینگ 125 کتاب مصاحب ایقان میفهمند یه دلیل هم پشتش میزند چه که غیبت سراج منیر قلب را بیفزاید خب این دلیل واسه بنده خیلی مهم بود چون در این سالهای طولانی که کار میکردم و اینا که خب آها پس اینجا غیبت یکی از صفاتیست که قلب رو خاموش میکنه ولی دروغ گفتن ممکنه قلب رو خاموش کنه نه دروغ خوب باشه دروغ بزرگترین گناهه نه که مشروب خوردن خوب باشه ولی مشروب داره میخوره گناه میکنه نسبت به خدا و به خودش و ولی معلوم سراج منیر قلبش هم خاموش کنه ولی غیبت یه صفتی که سراج منیر قلب رو خاموش کنه باز بعد دنبالش دیگه که چرا غیبت سراج منیر قلب رو خاموش کنه بعد دم یه میگی خیلی آنو میپرسن تو کلاس کلمات میگه آخه خدا مگه بخیله چرا یک قلبی که در آن شایبه حسد باقی باشد هرگز به جبروت باقی من در نیاد خب این خیلی حکم شدیدیه چرا این راجع به قتل و زنا نفهمه نه خب فکر کنیم اینا تحقیق علمیه دیگه خب چرا اینو نفهمیدن؟ چرا برای رژیم به حسد فرمودن؟ خب من حسودم، این چیز رفت داره که اصلا به جبروت واقعی خدا در نمید و وقتی نها رفت بدید و چیزهای تا رسیدم به یک تفسیری در کتاب فروزانفر از مولای رومی که در اونجا شرح مسئله حسد رو از لحاظ عرفانی میده
و در اونجا معلوم میشه که این حسد با غیبت چه رابطه‌ای داره و چه اهمیتی از لحاظ حیات روحانی داره. و به این علتی که در کلمات مکنه این صفت داره، به نظر من داره شما میتونید هزار علت دیگه هم پیدا کنید، نصی نیست، یه بیانیه که به این علتی که در این کتاب گفته شده، چون کتاب کلمات مکنه فارسی، اگه این کتاب های بنده رو زیاد بخونید میبینید که هدف کلمات مکنه روحانی کردن قلب، چون زندگی روحانی انسان به زندگی قلبه. اگه قلب روحانی نشه از هدف اصلی زندگی دور مونه. ای بلبل معنوی جز در بلبل معانی جای ما نیست. این بلبل معنوی وجود روحانی ما هست. جایی هم که معین شده چیه؟ بلبل معانی، بلبل روح ترجمه کردن از فردی هم رو در انگلیسی سپریت. یعنی اینکه هدف زندگی اینه که این بلبل دل ما، بلبل معنوی در بلبل روحانیت شا بگیر. یعنی قلب در حفاظی فقط قلب باید روحانی بشه. اگه نشه ما به حیات، به نتیجه زندگی روحانی نرسیم. چیزی که این روحانی شدن قلب رو میکشه، سراج مدیر قلب رو میافسره، پس این خلاف حیات روحانی ماست. اینه که در کلمه از حسد و غیبت خیلی شدید نرجوه. حالا این آقای رومی چطور این عرفای اسلام خیلی به مقامات عالی رسیدن؟ یه خودیسی از بالا بعضی از اشعار الهی بنده پریروز هم از کم در از خانما چه مقامی به اینها دادن که مظهر کلی الهی بعد از 700 سال، 800 سال، 900 سال از اشعار عرفای اسلام رو وارد الواح کرده و تا هزاران سال اینها رو ابدی کرد. ملای رومی رو، سنانی رو، سعدی رو، شیخ شبستری رو، علیه الرحمه فرمود رو، عطار رو، اینا خیلی مقامات دارن که در حفاظی، در الواح دیگه، در مناجاتی از الواح شعر اینها وارد شده. خیلی شما فکر کنید به کدوم مقام باید کسی برسید که از 700 سال مظهر هم شعر اون رو دیگه. خب، پس اینا خیلی چیزا فهمیده بودن. کوچیک نگیرید فکر کنید ما همه چیز رو میفهمیم. این آقای رومی میگه که خداوند هر کس رو واحد برای خودش خلق کرد. هر وجودی در این عالم توسط خدا خلق شده و برای این شخص خدا وظیفه‌ای گذاشته. من که اینجا خدا این آقا رو خلق کرده برای یک کاری، شما رو خلق کرده. هر از این 6 میلیارد رو و میلیاردها که خلق خواهند شد، خدا برایشون مقصودی داره. و خلقی درست به حرف خدا گوش می‌کنه که به اون منظوری که خدا از اون داشته به اون برسه. این از بابم می‌فهمن که بهشت هر چیزی در رسیدن اون چیز به کمال خودش. چه گلابی باید گلابی خوبی بشه. اگه گلابی سیب بشه گلابی نیست. بهشت گلابی که بهترین گلابی میشه، بهشت آلبالا که بهترین آلبالو میشه. خب این واضح، این بیان از اصلش پس از باب که کم بهشت هر چیزی رسیدن اون چیزی به کمالش. خب من آقای رومی هم میفهمن که خب برای بنده شما هر کدوم از ما خداوند است. حالا حسد چیه؟ من هدف زندگی خودم رو نفهمیدم. میام خدا برای من خلق کرده که من نقاش خیلی بزرگی بشم، ولی میبینم این آقا چه سنتور خوبی میزنه. حسودی میشه به این آقا، منم هی میرم میگم این همسایه من به سنتور میزنه، هی من سنتور نمیتونم بزنم، هی خدا لعنت بر من، از فردا میرم منم سنتور میزنم. حالا خدا اصلا نمیخواسته این آقا من سنتور زن بشم و این استعداد رو به من نداده. سرنوشت من سنتور زدم نبوده، سرنوشت من میگه نقاش بزرگ میکلانجلو بشم، نه که آقای بتهوون بشم. ولی من حسودی میکنم به این بتهوون و کاری که خدا برای من خلق کرده ول میکنم، به کاری که خدا برام خلق نکرده مشغول میشم. این اولین چیزی اینه که دو بار خلاف رومی میگه دو بار خلاف امر خدا کرد. اول وظیفه خودم رو نفهمیدم، بعد به وظیفه دیگه‌ای که وظیفه من نبوده مشغول شدم. خب چون خدا اون استعداد و اون وظیفه و اون کار رو برای من نداده، هر چه بیشتر سعی میکنم کمتر موفق میشم. چی میشه؟ در من ناامیدی ایجاد میشه، در من یأس ایجاد میشه، دپرشن شما میگید بهش، افسردگی خاطر ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه من هدفی که خدا از زندگی خودم خواسته نفهمیدم، به هدف یکی دیگه مشغول شدم و هر چی به اون نمیرسم شروع میشه حسودی. از این عمل شروع میشه، نمیتونم به اون برسم، این حسودی میشه که بس خودمو میخورم بدتر میشه. بعد که به اون نمیرسم، چون به اون نمیتونم برسم، شروع من واسه اون زدن به بال مایلان. این چی میشه؟ شروع غیبت میشه. خود ما هم وقت غیبت میگه خیلی شیرینه، نمیفهمیم علت غیبت ها چیا بوده. از این و اینی که میگه این حیات قلب رو عین همون گز بال مایلان، این حیات روحانی شما رو از بین میبره و حیات اجتماعی هم رو لطمه میزنه. حالا این مسائل عرفانی خیلی دقیق رو که آدم کم کم بهش برسه، میبینه که در هر کلمه از کلمات مکنونه چه گنجهایی برای نجات بشر داده شده. و اونجا که میفهمد سیف اسیان شجره امید تو را بریده، خیلی مسئله روانشناسی دقیقی میشه. این گناهی که امید ما رو قطع کرد، این حالا باید علمای روانشناسی بدن و
بعد کلاسه تماتک آلمانی من داشتم دیم به یک زن و شوهر روانشناس از آلمان اومدن لندن شرکت میکنم. گفتم شما واقعی شما واسه چی این کلاس؟ گفتم بعد ما کلی مریضامونو از راه مسائل تماد مکنونه معالجه میکنیم و حالا میخواستیم ببینیم شنیدیم شما اینو مفصل شرح میدیم چه مسائل دیگه ای میتونیم از این تو در بیاریم. شما رو بعد اگر روانشناس زمه ما رو با کش آجر کنه ولی شما ببینید این روانشناس ها چطور از این جزء ولی این دقت میخواست 6 ماه، 1 سال، 2 سال، چند سال بعد این کتابا کار کرد که این که میفهمن این ناامیدی دپرشن چیه. این از گناه ها نیست که بشر که گناه نکنه شما ناامید هم نمیشه. خود ناامیدی یک گناهه. ترس و ناامیدی به قول حضرت امیر از بزرگترین گناه میفهمن ترس. خب حالا بگذم حالا وارد این جزئیات بشیم. آقا میگم کلمات مکنونه انتها نداره اگه شما شروع کن چون به حیات ماهایی مقاسم هستید وقت باشید. مسئله غیبت از مسئله مهم اجتماعی است که پایه های وحدت جامعه را از بین میبره. هیچی تشکیلات امری در همه دنیا کلی ضرر میبینن از غیبت. چرا؟ برای اینکه بنده تو محفل نشستم اگه از همه باهایی خوبی شنیده باشم که اون آقا این کار است، اون آقا خیلی خوب میتونه منیجمنت کنه، اون آقا خیلی خوب میتونه نوت کنه، اون آقا در حسابگری در جمعه، اون آقا میتونه فلان کار کنه، تو محفل وقتی میگم خب واسه فلان لجنه انتخاب کنید بنده تمام صفتهای خوب باهایی شهرمون رو میدونم، ولی وقتی همش بدیای اینا رو شنیدم ای بابا اونی که بدش کنم، ای بابا یکی اصلا به درد ای بابا یکی اصلا دیر میاد. ولی کم کم به خصوص در جامعه های ما که ما تو اتوش جاجه جامعه ما به زور به محفل روحانی به 9 نفر 10 تا میرسه همیشه بدونی که افراد بدونن نسبت به هم دیگه چی دارن؟ پرده دارن و این پرده ها مانع کلی خدمات اجتماعی میشه. در روزه با خانم میخوندیم از اساس امروها که اگر اهل با شروع کنن از هم دیگه مدح هم دیگه رو گفتن چقدر ترقی جامعه باهایی پیش میره. خیلی مسائل اجتماعی مهم و فردی مهمی است که گفتیم که حالا از کلمه حیات باهایی هم دور نمونیم. خب من دیگه نمیدونم وقتی واسه سوال و جواب و امثال اینا هست نمیدونم چی از اونه که میخواستم بگم گفتم چی نگفتم ولی خواستم چند چشمه از این کلمات مکنونه صحبت بشه. خیلی شده که چون کتاب کنزاسای جلد دوم هست ولی خب خیلی جزئیات به این تفصیلی که بنده هست کردم نیست. انشاءالله در جلد سوم این مسئله که انشاءالله گفتم راجع به ذکر نگفتم شما که پیروز شنیدید خسته میشید دیگه حوصله داری؟ خب این مسئله ذکر رو من باید بگم چون که به گوش شما رسیده که دو سه حکم دیگه از بیت الله اعظم برای همه عالم باهایی اعتبار پیدا کرده. یکیش این ذکر 95 بار الله عباس، یکی مشروب الاسکار و یکی اون وضو دست شستن. این مسئله ذکر رو خب احباب در ما حالا میدونیم که ذکر الله عباس رو باید 95 رو بگیم. من خلاصه از آز اهل عرفان این مسئله ذکر رو میگم. خواستم فقط به تفسیر پیروز نمیتونم بگم در هم برخوردهای ما با ارواح و آیات یا اطلاعاتیه مثل این شما باهایی باشید و نباشید میتونید اطلاعات خیلی عمیق و دقیق از امر داشته باشید. اطلاعات به ایمان کاری نداره. یا برخورد ما با ارواح و آیات از طریق ایمانیه میفهمن قتل آیات الله فی کل سوال مثلا آیات و ارواح رو میخونیم چون اعتقاد داریم روح مرد پاک کنه یا دعا و مناجاته که از خدا چیزی میخواییم بچه هم مریض خوب کن، امتحان رو خوب کن و از مالی کن رو بهتر کن، این سفر من رو حفظ کن، همیشه چی از خدا چیزی میخواید. اینم خب نزد عرفا خیلی خالص نیست برای این باز از خدا چیزی میخواست. بعد نماز واجب روزونه است که باز از خدا میخواید. خیلی داستان شیرین و مفصل است که این نماز چه مسئله داره، چه اعتقاداتی داره، گذشته و آتی و ظهور و بعد و اساس اعتقادات این ظهور تو همه نمازه همه ادیان دیگه و این دیانت هست. خب اینم که نماز هست. بعد این ذکر کدوم یکیه؟ خب ما فقط میگیم ذکر الهی فوری همین دعا و مناجات و همه به یک معنا جز ذکر الهی. تبلیغ هم ذکر الهیه به یک معنا از دبلو فقط یک ذکر الهی تبلیغ هم هست. ولی اون ذکر در مرحله این اطلاعات یا دعا و مناجات خوندن یا نماز خوندن یا از خدا چیزی خواستن این ذکر چیه؟ این ذکر در اهل عرفان این ذکر رو عالی ترین نوع تماس با خدا میده. ذکر عبارت از تکرار اسم الهی یا صفات الهی به یه تعداد خاصیه. در وقتی شما اسمهای خدا رو میگید هیچی از خدا نمیخواید. میگید لا اله الا هو از دراویش میگفتن. هو یعنی خدا هست. لا اله الا الله. سبحان رب العلا. سبحان فلان. یا سبوه القدوس. رب و نام رب الملائکه و روح. فقط اسماء الهی به تکرار یا 19 بار یا 5 بار یا 95 بار یا 500 بار هر مقدم الله گفته میشه. الان اهل ایران این عادت خیلی عظیم مهم
بعد از انقلاب پیش اومده که ذکر میگن، جلسه ذکر ما داریم یاد میگیم. در آتیش هم که میاد چهارشنبه بعد از ظهر تو باهای اینفورمیشن سنتر جلسه ذکر دارن. با ایرانی که مسافر آمریکا هستن میان و یک ادبهشون میخوان تو اینفورمیشن سنتر 10 تا 25 شو یک ساعت فقط ذکر میگن، مناجات نمیگن. حالا اینو ما باید کم کم عادت کنیم. چرا از فردا با روحای از شما میپرسن یعنی چی 95 انشاءالله؟ این مسئله در این جهان نبوده. البته مسیحی ها، عرفا، روحبان ها، تو این دیرها، اهل عرفان، همه اینا ذکر میگن، تسبیح میگردنن، راه میگن که این ذکر در بازار و کوچه در کتاب اقدس حرام شده، ولی ذکر 95 بار که یک اعتداری از این عمل خوب روحبان ها و دراویش و اینا هست، از حالا این رو برای ما چی حکم رسمی کرد؟ و حالا بیت العظم این حکم وقتش دونستن که برای همه عالم جاری بشه و این رو ما باید احبایی خوب بدونیم. این ذکر ما میگیم ایدنتیفیسیره، خودشو آدم با خدا ایدنتیفای کنه. یعنی من وقتی میگم سبحان الله یا از بالا یا بالا یا بالا یا بالا یا بالا، در واقع وجود باطنی خودم رو با خدا در ارتباط میذارم. این ذکر خیلی مسئله، من چندین صفحه در جلد اول که از رسال نوشتم در جلد دوم آوردم چون خیلی مهمه، چون فقط طبیب جمعی علتهای تو ذکر من است. به یک معنای ذکر رو ذکر اسم اعظم ما میگیریم، برای اینکه تمام عرفای همه ادیان یکی از دعواهای مهمشون بود که ذکر اعظم خدا کدومه، اسم اعظم خدا کدومه، که اینو تفصیل نمیدم. در اسلام یک ایده بهش رسیدن مثل شیخ بهایی که بها اسم اعظم خداست، اسمش شد شیخ بهایی. در اون روزه دعای سحر مسلمین از امام جعفر صادق یا امام باقر هست که 19 اسم خدا است. اولین اسمش اسألک من بهایک و عطاک، جناب زبیحی تو رادیو ایران میخوندن، این هم حضرت بها رو در گلیلی میفهمن. خب اهل فن باید بدونن که اسم اعظم در اول ذکر میشه، یعنی این تصدیق شده از بهاست، اسم اعظم الهی هم بهاست. در مناجده از ابوالبها هست نام مبارک جمال ابها محبوب بی همتا رو به نام به یاد آورید و فلان، با نهایت ولح و سرور ذکر او درمان هر دردی است، دوباره تکرار میکنه، و شفا بخش هر سردی. این ذکر در عمل خیلی وارد شده، ما چون ملتفت عمق عرفانی این ذکر نبودیم، این ذکر جزء مناجات و دعا همینجور رد میشه. حالا که این ذکر حکم عمقی شده، باید بدونیم این ذکر جداست. و این ذکر، آره ببخشید، این عرفا میگن مناجات و دعا با قلب ما کار، ذکر یک مرحله عمیق‌تر از قلبه، با فؤاد ما کار. کلمه فؤاد در عرفان یک مرحله عمیق‌تر از قلبه. قلب رو میگن، ما میگیم صدر، بعد میگیم سینه، بعد میگیم قلب، بعد میگیم فؤاد. این آیه عربی رو دوستان میدونن در اسلام هست، بعد ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چی که فؤاد میبینه نمیشه غلط باشه. این آیه از بحالا هم به تکرار آوردن، یعنی وقتی اطمینان قلب میخواید بگید ته دل هم هنوز راضی نیست، این ته دل، ما میگیم ته دل، مقصود اون همون فؤاده. ته دلتون اگه راضی باشه ایمانتون کامله، و حتی یطمئن قلب، وقتی قلبم مطمئن بشه. این ذکر تأثیرش در فؤاد ماست، در اینکه مناجات و اینا بیشتر تأثیرش در قلب ماست. حالا دلیلش چیه؟ یه مناجات از ابوها رو من شنیدم فوری توش بود که میفهمن تو شاهدی که در قلب جز محبتت نخواهم نشاد، خیلی شما و در ضمیر جز ذکرت نشد. پس قلب جای محبت خداست، میخونه کاملا با معارف اسلامی، و ضمیر فؤاد جای ذکر خداست. ذکر باید به نحوی عمیق با تفکر و با مدیتیشن باشه که ضمیر ما، اون ته دل ما رو زنده کنه، و اگه با اونجا دست پیدا کنه ذکر، اون وقت میشه ذکر خفی میگن بهش. اون وقت این اهل تصوف میگن ذکر جلی هست، اون که به زبان بیاری یا کوچه و بازار میگه. خیلی اهل تصوف هم اینو ممنوع میدونن، در امر ممنوعه. نقشبندی هم مثلا این ذکر رو ممنوع میدونن، میگن ذکر رو خفی باید کرد، در امر ما این ذکر رو باید خودتون میگید. حالا این اصطلاحاتون هست. بعد حالا شرح هم اینه که این ذکر مرحله داره، اول که ذکر میکنی همش به در و دیوار و قالی و اینا نگاه میکنی، بعد کم کم این ذکر تو رو میگیره، کم کم حس میکنی که این ذکر خودش میاد، کم کم یادت میاد که داری ذکر میکنی و ذکر میاد، و کم کم ذکره که بر تو مستولی شده، تو نیستی که داری ذکر رو میگی. همه اینا به ما کم کم یاد میده که چرا 95 دفعه، چون در 10 تا 20 تا 30 تای اول ما هنوز تو نقش قالی و قرض و قوله و امروز چه ساعتی باید برم که برسم به اونجا، این کارم عقب میفته، هنوز به 60 هم میشه. ما ذکر اونجوری یاد نداریم راستش، یعنی ما کالچر ذکر رو در امر هنوز نداریم، در ادیان دیگه هم ندارن، ولی اهل روحانی های کلیساها و اهل
تصرفی رو داشتن و از ولیانو فرد افراط نباید کرد. اعتدالش هم میگه از بحال رو گفتن. ولی چون ما میدونیم که نداریم و بلد نیستیم و نمیدونیم ذکر چیه، بد نیست که این ذکر رو به طور مخصوص بفهمیم کسیم. که این ذکر خیلی مهمه، تعدادش مهمه، اهمیت دادن بهش مهمه و تصور این که وقتی ذکر رو میگید، حالا یه تصوری باید داشته باشید که راحت بشه. اینا از دوستان اینجا بود گفته بودن تو پیام باهایی نمیشوندن که وقتی 95 تا ذکر رو من میگم، فکر کنم حضرت بهاءالا بالای یک ستون ایستادن که 95 پله است. هر ذکری که میگم من یک پله نزدیکتر میشم. یا انقدر گناه و بدبختی و بیچارگی و فکر داریم که 95 پرده جلوی چشم ما رو گرفته. هر ذکری که میگیم یه پرده رو عقب میزنه تا به وصال محبوب برسیم. الی آخر این یه جزئی خانم مرجوف فرمودن، من اصلاً که این ذکر بالاترین مرحله است و یه مناجات شما ما داریم در هم که این مناجات یک نعمتی است. این مناجات باید خیلی تنها توی جزوهایی که چاپ نشده، این مناجات شهر و بست و اون مناجات میکنیم هم همه تل حروف برکر ما مناجات ما رو مناجات بکن. به انگلیسی هم ترجمه شده است که از سیلبل ها با ما آلمانی میگیم و از کلمات و سیلبل ها این مناجات بالاترین درجه ذکر رو بعد از این میگی. یعنی که این مناجات که میخونیم فکر کلمه هاش نباشه، مقدستون ان هم همت حروف و کلمات. یعنی ذکر به مقامی میرسه توجه ما که حتی مناجات که مقدس مال از بالاست، مال حضرت عبدالباس، خودش میفهمن ما رو خلاص کن از هم همه حروف و کلمات این مناجات. بعد اون وقت اون ذکر حالت تا اینکه تجلی کند تا اون روح یا اون مناجات اون حالت ها. چنان تجلی در ما بکنه که تمام کائنات در مقابل تجلی اون ذکر نیشت چی میشه از بین بره، منعدم باشه، به حالت انعدام تجلی ذکر الهی تمام دنیا در معامله چی میشه؟ هیچ میشه و خدا همه چیز میشه. این مناجات از امروز به نظر حقیقی خب این چیز عرفانی رو خیلی زیارت کردم، مال باهایی و غیر باهایی رو بالاترین درجه ذکر میگه و ما قدر این چیزها نمیدونیم، چون نمیدونیم که اینو بده دست یکی از این اهل عرفان، این مناجات رو میبوسه به سرش میزه. اصلا اینجور چیزی در تمام عرفان دنیا نیست که از دربا حالت ذکر رو که تمام موجودات عالم در مقابل تو هیچ میبینیم مثل چی میشه، یه نور خیلی شدیدی که به تیکه فلز براق بخوره چشم شما رو کور میکنه، هیچی نمیبینی جز اون نور. من این چیز تصوری برای خودم میکنم که حالت ذکر اون حالته. بفهمه شما این سوال ذکر یعنی همون قلب مفرجه خوندن یا تا حدی همون اینا هست یک چیز موجود همین هم هست؟ بزوزیه. نه همین هست. ما در تاریخ میخونیم از بالا گرسی آشار تهران بودن دو دستشون بودن، یک دست اون بر زندان، یک دست این بر اون دست زندان. میگفتن چی؟ الله نه یه ذکر دیگه بود که الان اربا ایران رو تا هست از ذکر اون ذکره ذکر بود که صبح هم مدوس رفت و رفت به ملاکنده اصحاب شیخ طوسی ذکر رو میگفتن حمله میکردن به دشمن ها. الله اکبر یه ذکر در اسلام، الله اعظم ذکر، الله ابا در این دوره اسم اعظم، هرچی با کلمه باها مربوط میشه اسم اعظم، یا الله ابا یا با الله ابا، همه اینا ذکر اسم اعظم الهیست بدون شک. این یکیش که هست و در این دوره اسم اعظم ذکر اعظم ماست. گفتن درمان هر کس نگهبان، هر سردی نگهدارنده ما هست، نگهبان ما هست. نصوصی هست که به ذکر توی کتاب که میفهمن حتی این ذکر نگهبان احبای الهیه. شوخی نیست، خیلی مسئله ذکر در امر هم بهش اهمیت داده شده، ولی خب اینا هنوز در نیمه. خب دیگه سر شما در نیارم. خیلی ممنون از حوصله شما، خیلی از این جلسه که انقدر تعامل کردید. نمیدونم دیگه، من میگم بفرمایید، لازمه جلسه بفرمایید. اشاره فرمودید که علمای اسلام اولویت بر انبیای بنی اسرائیل دارن. یک کمی بیشتر. ببینید این بیان، این حدیث از حضرت محمد است که علمای امتی اجل من انبیای بنی اسرائیل. حالا چرا؟ مثلا انبیا رو ما بعضی وقتا خیلی بالا میگیم، بعضی وقتا خیلی پایین. انبیای بنی اسرائیل کسانی بودن مثل دانیال نبی، یرمیای نبی، اشعیا نبی، مثلا دانیال وزیر داریوش کبیر ما بوده یا وزیر یکی از داریوشا بوده. اینا هر وقت میشد یا نمیشد خوابی میبیدن، فردا صبح میومدن میستادن اونجا این خواب رو تعریف میکردن. مثلا میگفتن خب مقصود این خواب چه نمیدونست، طبق شهادت تورات هم خود دانیال هم از خدا بزن خب عاقبت این کارها چی میشه، فهمیدن سر این سر به مهر تو نمیدونی تا به آخر. این مقام انبیا از کلمه نبی، از کلمه خبر دادن میاد، یعنی دست خودش نبود، اگر خوابی میدید میومد به ملت میگفت، خبری میداد، تموم شد. ائمه اطهار، امام ها در اسلام، بهشون وحی نه ولی
بهشون میرسید، الهام الهی میرسید، از محمد وحی میرسید، به اونها الهام میرسید و مسئولیت از خطا داشتن و هر چی میگفتن طبق امر بهایی هم مسئول از خطا هستن و حرفاشون درسته. مقام ها خیلی بارده. بعد در مورد علمای امت من، چون علمای اسلام از لحاظ ظاهر هم بگیم اونش که انبیاء بنی اسرائیل بشارت داده بودن در دوران اسلام واضح بود، در اثر وجود قرآن و در اثر پیشرفت تدریجی ادیان علمای اسلام معلوم از انبیاء بنی اسرائیل راجع به حقایق ادیان بیشتر میدونستن، ولی این ربطی به پیغمبران اسرائیل نداره. اینی که نباید شما بگم ربط به حضرت موسی نداره، ربط به انبیاء بنی اسرائیل. این آیه هست، البته شبیه این رو اساس باب را اینجا خونید میفهمن، هر حرفی از حروف فاطمه اجل از همه اون چه بودی که تا به حال خواهد بود، و هر حرفی از ظهور کسی که بعد از من خواهد اومد، حرف یعنی مؤمنین، کلمه حرف استرا از این باب هست برای مؤمنین، اجل خواهد بود از اون چی از قبل بوده. این به یک معنا درجه عرفان و ترقی عرفان در هر دوره است که معلوم یک ظهور بعدی که میشه تمام چیزی که انبیاء بنی اسرائیل آرزو داشتن و حضرت مسیح یا محمد برسن اون علما رسیدن به اون. اینجوری حساب کنید مسئله خیلی راحته از لحاظ وصول به مقامی که اونها آرزو داشتن در حالی که اینا مؤمن هم بهش. تا اینجا که بنده میتونم بله این چیزا که تمومی نداره، حیف که کم در خیلی شما هستید که رسان که بسید در صورت اقدام بکنن، ایشون رو دعوت بکنیم مدرسه گوش بیان، احبا جمع بشن، به تحقیقات خودمون ادامه بدیم. چقدر شیرین هستش که انسان غرق بشه در دریا و امواج انواع و آثار و فضلی که جمهورای در حق ما کردن و اطلاع داریم انشاءالله همطور که ایشون فهمدن اطلاعات ما به اعمال و عمل میشه. در این فرصتی هست از پنجه جناب فروغی استفاده کنید که یک اجازه ای بده که در این حال شیرینی صحبت هایی که شد همینجور بیشتر مزمزه رو کنید. کجا هستن؟ اینجا هستن. بدارم از جناب معانی میخواستم دیلا ترس کنید. من و چند تا از کازینام که بقربت از ایران فرار کردیم سریع پاکستان و اتریش و از جامعه کسانی بودیم که از جمله پناهندگانی بودیم که معروف از طریق اتریش اومدیم و خاطری که ما یادم نمیده جناب معانی شروع به ساختمون سازی کردن در شهر ویرن و من با پسر عموم که سکن کازین هم هستش افتخاریم داشتیم که اولین کلنگ ما رو روشن کردیم. من همه چیزی که میتونم بگم واقعا از محبت شما هیچ اصلا نمیتونم فراموش کنم.
پنجه ایشون یاد یک داستانی من رو انداخت. همه عالم به فکر این هستن که اگر بشه چجوری میشه، اگر میشد چجوری میشد. یاد یه داستانی افتادم، میگفتن یه شخصی یه روزی لب دریا نشسته بود، یه ظرف ماست هم دستش بود، هی ذره از این ماسته در میآورد میزد تو آب دریا. یکی بهش رسید گفت چیکار داری میکنی؟ گفتش که والا دارم دروغ درست میکنم. گفت دروغ اینجوری که دروغ نمیشه که؟ گفت آره بده اگر میشد چی میشد؟ حالا تمام عالم فکر میکنن اگر میشد چی میشد، ولی ما احبا واقعا در قلبمون اون چی داره میشه نشستیم. چقدر حظ بردیم امشب سخنان ایشون، پنجه ایشون، جمع شما دیگه. ما نباید بگیم اگر میشد چی میشد، ما توش نشستیم. انشالله که قطع میدونیم. از من خواستن که خدمتتون عرض کنم بسته و در پیرو منویات و دستورات معهد علاق و محفل ملی امریکا از احبا خواسته شده که تا جای ممکن از روال قبلی که داشتیم، که در جلسات ما فقط اکتفا می کردیم به اینکه بشنویم و لذت ببریم که خیلی خوبه و آگاه بشیم، بلکه یک قدم جلوتر بریم، خودم رو اون مرحله راحتی بیرون ببریم، پا بیرون بگذاریم از اون زاویه. و در موقع مطالعه ارواح با هم دیگه از حالت شنونده بیرون بیایم و به عمل کننده و به تحقیق و تمعن و تفکر و بعد هم عمل برسونیم. به خاطر این مسئله یک روال رو این لجنه داره پیشنهاد میکنه که دلش میخواد احبا اگر که ممکنه اون رو در جلسات خودشون، در جلسات تحقیقی خودشون، مطالعه خودشون با هم دیگه به کار ببرن. خیلی روال ساده هست، در بسیار از نقاط دنیا به اون میگن کلاس های دوره‌ای حیات بهایی یا استادی سرکوز، که این مطالعه ارواح هست همراه با استفاده از مشورت، صحبت، بررسی، استفاده از داستان ها، حتی اینکه چه شکلی میشه که انسان مثلا غیبت میکنه، چه جوری میشه که به اونجا میرسه، با هم دیگه صحبت کردن و راه حلش رو پیدا کردن و حفظ کردن و بعد هم اینو به داخل جامعه بردن و به مرحله عمل و خدمت گذاشتن تا کامل بشه. یعنی فکر تا به عمل نرسه نارسه، اینطور که ایشون فهمدن میرش حاصل نشده. این رو هیئت در اختیار شما میتونه بذاره، اگر که گروهایی داریم که با هم دیگه میخواین مطالعه بکنید، هیئت ما در خدمت شما باشه، مطالب رو در اختیار بذاریم، زبان رو در اختیار شما بذاره. از سایر اعضای هیئتمون خانم شیرین سورا اونجا هستن، خانم فریده شهریاری اینجا تشریف دارن که معروف حضور همه شما هستن. اگر سوالاتی بود، اگر مطالبی بود، اگر نظریاتی دارین که دلتون میخواد ما به مورد اجرا بذاریم با کمال میل. بخشید این لجنه شما در سطح لس آنجلس کار میکنه؟ بله. من خدر بسیم چی کاری؟ مشبر احبا باشه، در خدمت احبا باشه. مثلا اون بیانیه که از بتودت لازم برای احبای ایرانی امریکایی اومد مطالعه همه کردن راجع به یاد گرفتن زبان فارسی، داشتن جلسات تبلیغی به طور منظم، عمل به انواع آثار و تعالیم هم، اینا همش چیزا هست که این هیئت مسئول این هست که تشویق بکنن این کار در خدمتشون باشه که به مرحله انجام برسه. کمطور که ایشون گفتن صخره خیلی محکم مادیات که ما در پسش قرار گرفتیم بتونیم درش نفوذی بکنیم و عمرش بکنیم. ببخشید در رابطه با این مسئله آیا کلاس های ورکشاپ اینا داریم برای بله اتفاقا ما جلسه داشتیم که یک عده‌ای رو خواهش کردیم در همین بهای صدر همین اتاق جمع بودن که
باهاشون در میون بذاریم این روش رو ببینیم چجوری دوست دارن و خیلی مثل که تشکیل کردن خوششون اومد و اون جلسات که ازش استفاده شده مثل که خیلی پسندیدن چون ای با همه مشغول میشن دیگه کسی شنونده نیست. باز من از شما خیلی تشکر میکنم. ببخشید ممکنه یه جسارتی بکنم چون به قدر این جلسه روحانی و خوب بود. من حدود 26 سال است در ژاپنم و برای ما کمتر موقعیتی هست که همچین ساعتاتی داشته باشم. بسیار جلسه روحانی و خوبی بود و فکر کردم همون که میدونید حدود 1.5 سال پیش جناب هدایت روحانی که سالها در نیوزیلند تشریف داشتن شهید شدن و اخوی جناب دکتر و کامبیز عزیزم که از نیوزیلند تشریف آمد مزمع فلیلی اگه یه مراجعات بخصوصا به یاد روح پرفتوه کامبیز هدایت خونده بشه جسارت کردم ببخشید دیدم اینقدر جلسه خوب روحانی بود حتما ایشونم روحش از بالا شاهد است. بسیار بسیار والا بخشنده از دامون این بندگان آزادگان بودن و این جانهای تابان به نور هدایتت روشن و درخشنده گشتن جامی سرشار از باده محبتت نوشیدن و اسراری بی پایان از اتار معرفتت شنیدن دل به تو بستن و از دام بیگانگی رستن و به یگانگی تو پیوستم این نفوس نفیس را انیسه